کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا روز سه‌شنبه 9 مرداد نشستی را با حضور فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زن افغانستان برگزار کرد. شرکت کنندگان در این نشست وضعیت کنونی زنان و دختران افغانستان اسفبار توصیف کردند. سه نفر از فعالان حقوق زنان از آمریکا خواستند آپارتاید جنسیتی طالبان در افغانستان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. به گفته کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا، محدودیت‌ها بر زنان پیامدهای گسترده‌تری از جمله تعمیق بحران‌های اقتصادی و بشردوستانه در پی دارد. وحیده امیری، یکی از فعالان حقوق زنان افغانستان، در بخشی از سخنان خود گفت که بخشی از ستم طالبان بر زنان و دختران افغانستان و سیاست‌های سرکوب این گروه با حمایت آمریکا ممکن شده است. وی گفت که دولت آمریکا با وجود هشدار زنان و دیگر جریان‌های دموکراتیک افغانستان، با باور به تغییر پذیر بودن طالبان با این گروه وارد گفتگو شد و با آن پیمان صلح بست. او افزود که در سه سال گذشته حکومت آمریکا میلیون‌ها دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی را تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه در خدمت طالبان قرار داده است. این نشست در حالی برگزار می‌شود که طی حدود سه سال گذشته طالبان محدودیت‌های بیشماری را بر زندگی زنان و دختران افغانستان وضع کرده‌اند. عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا، پیرامون تحلیل این خبر میهمان این بخش خبری هستند. آقای حفیظ، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. سلام، درود به شما. سلام، درود به بیننده و شنونده های عزیزیم که برنامه را تعقیب. ممنونم. جناب حفیظ، آیا این گونه اقدام‌های بین‌المللی در تغییر روند طالبان نسبت به زنان و دختران مؤثر خواهد بود و یا چشم‌انداز مثبتی در این زمینه وجود ندارد؟ بفرمایید. متاسفانه که چنین برنامه‌های یا راهکارهایی را که در جامعه بین‌المللی روی دست گرفته میشه بالای یک گروه توریستی تأثیر ندارد، چون از نظر ما و از دید ما گروه طالبان یک گروه توریستی، فاشیستی و افراطگرا است. اگر در افغانستان یک دولت مسئول یا یک دولتی بر اساس اراده مردم شکل می گرفت، اگر چنین گپا و ادعاها و فعالیت های می شد، امکان داشت که او تأثیر خود را داشته باشد. وقتی طالبان در 2021 قدرت را به دست گرفت در یک معامله سیاسی و مردم افغانستان را به اسارت گرفت، بعد از او خب برای رهبریشان معلوم هستند که با یک تعامل یا معامله سیاسی آمده سر قدرت، اما در قشر پایین گروه توریستی طالب به این فکر هستند که اینا بر ایالات متحده آمریکا و ناتو و کشورهای حامی جمهوریت در افغانستان اینا پیروز شده و به می فکر هستن که اینا یک امر قدرت جهانی را شکست داده، دیگه هیچ گپ و گفتار حقوق بشری و حقوق انسان و حقوق زن و اینا برای از نا هیچ اصلا معنی ندارن. چیز را که امروز من حیث ارزش های دموکراسی و ارزش های انسانی و ارزش های حقوق بشری در دنیا مطرح هست، هیچ طالبی، چی رهبری طالب، چی در پایین عسکر طالب، بله، عقیده نداره. امروز مصادقی که بیانگر آپارتاید جنسیتی در افغانستان هست او وجود داره. تا هنوز را در مدت سه سال بیشتر از 50 بله. حکم علیه زنا صادر شد. ممنونم. اگر ایرم ممنونم بر رسمیت بشناسه، بله، تأثیری بر رفتار طالب وجود نمیاد. با تشکر از عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا که پیرامون تحلیل این خبر دعوت ما را پذیرفتند.